بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یکی از مسائل مهمی که در بحث خانواده اسلامی هست مسائل عاطفی و روابط عاطفی بین افراد خانواده، از زن و شوهر، بین فرزندان و بین پدر و مادر و فرزندانه که هر کدوم از اینها بحث مستقلی و میطلبه. ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه و اقتضای این برنامه باشه انشالله مطالبی و واجب اینها با استناد به روایات اهل بیت و آیات قرآن مجید انشالله پیگیری میکنیم که ببینیم نظر اسلام در مورد این روابط عاطفی چیست. مهمترین رابطه عاطفی در خانواده بین زن و شوهره. اصلاً کانون خانواده تشکیل میشه به خاطر همین رابطه عاطفی بین زن و شوهر. اگر این رابطه عاطفی نباشه و صرف یک زندگی سرد بدون علاقه و محبت باشه، قطعاً کانون خانواده پا نمیگیره و شاید احتمال بسیار زیاد که این به جدایی بیانجامه و اصلا کانون خانواده از هم بپاشه. پس این مسئله یه رابطه عاطفی بین زن و شوهر خیلی مهمه. اسلام هم بهش تأکید زیادتری کرده. بیشتر تأکید رو هم و بیشتر مطالب رو هم اسلام اینجا خطاب به مرد گفته، چون زنها با اون روحیه لطیفه حساسی که دارن معمولا خودشون در این رابطه عاطفی پیش قدم هستند و رابطه عاطفی و اونها بهتر میتونن آغاز بکنن و بهتر میتونن استدامش و حفظ بکنن و در تداومش تلاش بکنن. خیلی نیاز نیست به اونها تأکید بشه، این مردها هستن بیشتر. البته میگم اینا به صورت مباحث کلیست، موردی هم ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی معمولا این مردها هستند که گاهی وقتها خدایی نکرده از جهت روابط عاطفی اینها نقصی دارن یا درست روابط عاطفی را در اون حدی که مطلوب از لحاظ اسلام اینها این روابط عاطفی را برقرار نمی کنن و از جهت محبت و رسوندن این محبت به همسرانشون مشکل دارن. لذا بیشتر خطاب ها و بیشتر روایات در مورد مردها هست. روایت جالبی را از آقا امام صادق علیه السلام برای شما مطرح می کنم. روایتی است که واقعا انسان مبهوت می مونه که چقدر اسلام نسبت به این رابطه عاطفی بین زن و شوهر حساسه و براش اهمیت قائل شده، در حالتی که اون رو هم رتبه ایمان می دونه. خیلی جالبه، متاسفانه تبلیغات بدی علیه اسلام و مسلمین میکنن. بله البته بعضی مسلمین هستن عمل نمیکنن و در عمل به دستورات اسلام نقص دارن، ولی ذات خود اسلام، دستورات اهل بیت واقعا در کل دنیا بی‌نظیره. حضرت میفرمان ما اظن رجلا یزداد و فی الایمان خیرا الا ازداد حبا للنساء. گمان نمی کنم که شخصی در ایمان خیر او زیاد شده باشه در حالتی که محبت او و علاقه و روابط عاطفی او نسبت به همسرش زیاد نشده باشه. یعنی اینها مساوی هم بالا میره. هرچه که خیر او در ایمان بیشتره، قطعا بدونید محبت او نسبت به همسر خودش هم بیشتره. حب دارد، محبت دارد، رابطه عاطفیش بیشتره و محبتش باعث میشه که کانون خانواده گرم و گرمتر بشه. طبیعتا زن هم پاسخگوی خوبی است نسبت به محبت مرد. خب شاید سوال پیش بیاد چه ربطی داره ایمان و خیر در ایمان به دوست داشتن همسر. ما شاید قبلا اشاره ای کردیم در برنامه های گذشته، بعد هم انشالله باز راجبش توضیح میدیم. تمام چیزهای انسان
از فرهنگش، از آدابش، از ایمانش، از اون روحیات و اخلاقیاتی که داره، خیلیش 90%، 80%، کمتر بیشتر نشأت گرفته از خانواده است. هر چه خانواده بنیانش محکم تر باشه، این فردی که توش پرورش پیدا میکنه فرد لایق تری است، فرد بهتری است. هر چه خانواده با ایمان تر باشه و هر چه خانواده پایه هاش محکم تر باشه، فرزندی و هم که اینها تحویل اجتماع میدن، این فرزند فرزنده با ایمان تر و بهتری است و از لحاظ روحی فرزندی است که قدرت روحی بیشتری داره در برابر مشکلات، در برابر ناملایمات. اینقدر این مسئله و مسئله خانواده مهمه که سرمنشأ برای اکثر مسائل بعدی انسانه. طرف ممکنه رئیس یک اداره ای بشه، تو اون اداره میبینیم ظلم میکنه، میبینیم درست اداره نمیکنه، یه عقده هایی داره. وقتی به قول معروف تحقیق میکنیم، دنبال این میریم که چرا این شخص این حالت داره، میبینیم ها یه مشکل خانوادگی داره، این در بچگی در خانواده خودش در این یه عقده هایی براش به وجود اومده، الان داره تو این اداره اثرات این مشکل را بروز میده، اون عقده ها داره براش خلاصه مسیری را ایجاد میکنه که تو اون مسیر دچار اشتباهاتی میشه. اون چیزی که سبب میشه خانواده انسجام بهتری پیدا بکنه، این محبتی است که زن و مرد نسبت به هم دیگه دارن. اصلا سرمنشأ پیدایش خانواده همین رابطه عاطفی بین زن و مرد، این عاطفه هست و این مسئله محبت و علاقه به یکدیگر که باعث میشه مرد خیلی از سختی ها را تحمل بکنه و این سختی ها براش از اصل هم شیرین تر باشه، چون در راه خانواده است. یعنی مرد مشغول کار، عرق میریزه، زحمت میکشه، تو بیرون هزار ناملایمات، هزار تا از مشکلات و تحمل میکنه، ولی به خانه که برمیگرده با یک لبخند همسرش، با یک اظهار محبت همسرش، همه این خستگی از تن اون بیرون میره. همچنین زن تو خونه با هزار مشکل دست و پنجه نرم میکنه، بزرگ کردن فرزندان، مشکلات خانه، طبخ، کارهای دیگه، به نتیجه زن هم در حد و میزان خودش زحمت زیادی رو متحمل میشه. همه این مشکلات، مشکلاتی که شاید زن تحمل بکنه در اثر این که مرد حالا نتونست اون زندگی مطلوب رو تهیه بکنه، شاید خیلی خانواده ها باشن با فقر دست و پنجه نرم بکنن، هزار مشکل برای خانوم خونه به وجود بیاد در اثر نداری مرد، در اثر این که شاید مثلا اجاره نشین باشن، باید سالی یه مرتبه این خانوم خونه است که زندگیش به هم میریزه تا نقل و انتقال صورت بگیره. از این ناملایمات در زندگی خیلی زیاده. اگر قرار بشه اون محبت و اون علاقه و اون رابطه عاطفی بین زن و مرد نباشه، خب به چه امیدی این مشکلات رو تحمل بکنن هم زن و هم مرد؟ به چه امیدی مرد تلاش بکنه در روزهای گرم؟ بعضی از مشاغل هست واقعا مشاغل سختیه، اون کسانی هستن مثلا در تابستانهای گرم مجبورن زیر آفتاب بدون وسائل سرمایش کار بکنن، خب تحمل این مشکلات برای چیه؟ الا این است که این مرد نسبت به همسر خودش و به تبع، چون با همسر خودش رابطه خیلی خوبی داره، فرزندان هم با هم دیگه گرمن، کانون خانه گرمه، این زحمات رو متحمل میشه، در عوض میبینه دیگه کانونه گرمی تو خونه منتظر اونه و وقتی که این شخص به منزل برمیگرده با دیدن این کانونه گرم در خانه، همه این خستگی ها از تنش بیرون میره. پس اونی که قوام دهنده به مسئله خانواده هست، این مسئله رابطه عاطفی است. حضرت صادق باز دوباره در حدیثی می فرمایند من اخلاق الانبیاء حب النساء،
دوست داشتن زنان و همسران این از اخلاق پیغمبرانه. پیغمبرانی که مبعوث شدن برای هدایت بشر و به عنوان الگو هستن برای بشر، اینها اخلاقشون اینه که با همسرانشون اینها رابطه یا عاطفی خوبی دارن و اظهار محبت به اونها میکنن و محبت زنهای خودشون و در دل خودشون پرورش میدن. باز حدیث دیگری هست از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی اونم هم عجیبه، مثل همون حدیثی است که اول برنامه تقریبا براتون قرائت کردم. احسن الناس ایمانن، احسنهم خلقن و التفهم به اهلهی و انا التفکم به اهلی. بهترین مردم از جهت ایمان، نگاه بکنید یه پیوندی قرار میدن پیغمبر و همینطور در حدیثی که اول برنامه عرض کردم امام صادق، پیوندی قرار میدن بین ایمان و محبت همسر و میفرمان بهترین مردم از جهت ایمان بهترین اونهاست از جهت اخلاق، احسنهم خلقا، و کسی که نسبت به اهل یعنی خانوادش، التفهم به اهل، لطف بیشتری نسبت به خانواده خودش داره، و من که الگوی شما هستم و پیغمبر شما هستم نسبت به اهل و خانواده خودم از همه شما التف یعنی دارای لطف و محبت بیشتری هستم. مسئله بسیار بسیار مهمی که در اینجا هست و شاید خیلی از مردها نسبت به این مسئله غافل باشن، روانشناسی علم روز هم رو این مسئله تأکید داره، هرچند که ما میخوام از دید اسلام بگیم اما اسلام هم رو این مسئله تأکید داره، مسئله اظهار حب. چون بعضی وقتها مردها اینها حب زیادی هم نسبت به همسرانشون دارن، زنش رو واقعا از اعماق وجود و از ته دل دوست داره و رابطه عاطفی خیلی خوبی نسبت به اون داره، ولی در اظهار دچار مشکلن. در حالتی که ما فقهامون از روایات اینطور برداشت کردن که مستحب است، یعنی حکم شرعی براش قرار دادن، مستحب است. ببینید مرحوم شیخ خور عاملی صاحب کتاب شریف وسائل الشیعه که الان تقریبا فقیهی نیست که برای فتوا دادن از این کتاب بی نیاز باشه، تمام فقها برای فتاوای خودشون به روایات این کتاب مراجعه میکنن و از کتابهای بسیار مهم حدیثی و روایی شیعه هست. ایشون اصلا یه باب قرار داده، خیلی مهمه، با این کتاب تألیف حدود مثلا ایشون معاصر و علامه مجلسی نزدیک مثلا حدود 400 سال پیشه، قبل از اینکه غرب بخواد بیاد به ما یاد بده که چگونه دوست داشته باشین، چگونه ابراز بکنین. اون وقت شیخ خور عاملی، تازه روایتش مال زمان اهل بیت، روایت از خود پیغمبر اکرم هست، این مسئله و اسلام 1400 سال قبل گفته. فقهای ما از قبل تا مثلا مرحوم شیخ خور عاملی در 400 سال قبل هم این مسئله رو گفتن. ما از فقهای خودمون، از دین خودمون یاد نمیگیریم، میخوایم بریم از مثلا روانشناسای غربی یاد بگیریم. خب دین ما اینا به این قشنگی عنوان کردن. ایشون میفرماد باب و استحباب حب النساء المحللات، باب استحباب و مستحب بودن دوست داشتن زنانی که حلال بر ما هستن، یعنی زنی که باش ازدواج کردم و جایز است که او را دوست داشته باشم، نساء محللات، و مسئله مهمش اینه و اخبارهن نبهی، و اینکه مستحب است به اونها خبر بدیم، یعنی این محبت خودمون را ابراز بکنیم، بگیم بزن که من تو را دوست دارم، من به تو علاقه دارم، من محبت تو را در دلم دارم.
خیلی مسئله مهمی. روایت بسیار زیبایی هست، یه موشکافی دقیق روانشناسانه پیغمبر در این زمینه دارن. میفرمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله قول الرجل للمرأة، این که مرد به همسرش بگوید انی احبک، من تو را دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هیچ وقت این کلام از قلب این زن خارج نمیشه. یعنی چه از قلبش خارج نمیشه؟ یعنی همیشه در درون خودش، همیشه در فکر و ذکر خودش، این جمله مرد که وقتی بهش گفته من تو را دوست دارم، به عنوان یک پشتوانه مهم عاطفی در زندگی و در ذهن زن برای اون تو قلبش میمونه که همسرش نه تنها او رو دوست داره، این دوست داشتن رو هم ابراز میکنه. شاید بودن، حالا البته خیلی کمتر شاید اتفاق بیفته، قدیم بودن مردهایی که یک حالت، حالا نمیدونیم اسمش چی بذاریم، حالت تکبری، حالت غروری، حالت اینی، شاید هم همسرش رو دوست داشت ولی فکر میکرد اگر ابراز بکند این ابرازش باعث مثلا یه حالت سرشکستگی بر اون دارد، از اون کبر و غرورش مثلا کاسته میشد، از اون ابهتش خارج میشد. نه، اینجور نیست. انسان که همسرش رو دوست داره، برای تداوم این دوستی باید این دوستی رو هم به اون ابراز بکنه. گفتم اول برنامه بیشتر این مسائل را خطاب به مرد در احادیث ما گفته شده، به خاطر اینکه زن خیلی نیاز نداشته بهش بگن، زن خودش این حالات درش هست، جنبه عاطفی در زن خودش به قول معروف بیشتر از جنبه های دیگه هست و غلبه داره. وقتی که به مردها گفته شده طبیعتاً زن هم همینطوره، حالا هرچند اونا بیان خیلی نشده ولی اون هم همین جوره، اون هم باید اظهار محبتش به همسرش زیاد باشه، باید اظهار محبت بکنه جوری که مرد بفهمه که این همسر او را دوست داره، تا این یه پشتوانه‌ای باشه در تمام زندگیش تا بتونه مشکلات را پشت سر بگذاره. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپارم.